ما اگر به وضعیت ایران و به شخصیت شاه بخوایم به دقت نگاه بکنیم و انقلاب رو توضیح بدیم، در میابیم که یک تقارن عجیبی از ویژگی های شخصیت شاه، ویژگی هایی که در نتیجه بیماریش دوچندان شد ولی ویژگی های کاراکتریش بود، ویژگی های لحظه‌ای اون زمان نبود، همراه با یک نگاه تاریخی گمان من عظیم اشتباه در مورد اینکه دوست و دشمن رژیم کی هست، سبب شد که وقتی رژیم به بحران رفت، یعنی در 1977-78 آلترناتیوی جز مذهب وجود نداشت و وقتی که غربی ها، وقتی که آمریکا و انگلیس متوجه شدن که شاه مریضه و توان حکومت واقعا دیگه نداره، وقتی جستجو کردن برای آلترناتیو، اینا دقیقا به دقت اسناد میشه گفت که به این نتیجه رسیدن که تنها نیرویی که میتونه جمع جور بکنه ایران رو و به دست روسا نیفته، چون زمان هنوز روسیه شوروی مطرح بود، این روحانیون هستن. و در مورد کاراکتر شاه هم یکی از واقعا شگفتی ها این تفاوتی است که بین شخصیت شاه بین 1975 تا 1978 پیدا میشه. من بعضی از نقل قول هایی رو که در 1975 در مورد شاه شده و به شاه گفتن آوردم، مثلا علم در یه فاصله چند ماهی این نکاتی است که به شاه گفته میشه. علم بهش میگه که علمی که در ضمن خیلی از این اقراق دیگران در تعریف از شاه گله میکنه، میگه که شاه از دو گل بزرگتره و تنها هم پای ناپلئونه. غربی ها هم در این زمینه هیچ کوتاهی نمیکردن و به اندازه ایرانی ها در تعریف و تمجید و اقراق‌آمیز شرکت داشتن. مثلا از راکفلر، نلسون راکفلر نقل کردم که میگه در همون سال 76 میگه شاه فقط با اسکندر عظیم قابل قیاسه و بعد اضافه میکنه که من امیدوارم که ما بتونیم شاهنشاه رو برای دو سالی به آمریکا بیاریم تا به ما یاد بدن که چجوری مملکت رو اداره بکنیم. این در یه فاصله دو سالی شخصی که در موردش این صحبت ها رو به خودش میکنن و خودش هم واقعا باور داره، خودش هم باور داره که میتونه و باید جهان رو اداره بکنه و نکات متعددی در این زمینه هست. یه دفعه میبینیم که به یه حالتی در میاد که هیچ گونه تصمیمی بدون مشورت قبلی و بدون اجازه سفارت آمریکا و انگلیس نمیگیره و خیلی از تصمیمات واقعا شگفت انگیزی که میگیره به لحاظ این هست که بلا تاکید و آمریکا و انگلیس بهش میگن مثلا اگر میخوای حکومت نظامی بکنی نمیشه اوبیسی رو بیاری، بهتر اصحالی رو بیاری و اینم میپذیر. یه مقداری به نظر من برمیگرده به شخصیت شاه، شخصیت شاه که نشون داده سالها قبل از این ماجرا که اهل دعوا و تنش نیست، یعنی واقعا هر وقت بحران رخ میده یا تنش زیاد میشه تهدید به رفتن از ایران میکنه. من آوردم مثال هایی از این که چطور بین 1941 یعنی وقتی که به سلطنت میرسه تا 25 مرداد، یعنی قبل از 25 مرداد، قبل از رفتن از ایران در 25 مرداد حداقل 5 بار دیگه شاه در آستانه رفتن از ایران بود. 49 دو بار در 1949 دو بار تهدید به رفتن از ایران میکنه، یه بار به سفارت آمریکا و انگلیس حجت میکنه که اگر نذارید من قانون اساسی رو تمدید بکنم میرم، یه بار به مجلس اولتیماتوم میده که اگر در ظرف 4 ماه این کار نکنید من استعفا میدم و میرم و موارد دیگه. یعنی آدمی نبود که فکر کنه در شرایط تنش میتونه بمونه و مبارزه بکنه. وقتی که احساس قدرت میکرد خب خیلی احساس قدر قدرتی میکرد. پذیرفتن این درو، یعنی اون حالت قدر قدرتی و یک دفعه شکستنش در ظرف 5-6 ماه، واقعا برای من حداقل
شگفت انگیزه، ولی به گمان من بخشی از اون کاراکتری است که داشت. در دوران قدر قدرتی خود پر قدرت بود، واقعا جلوی آمریکا و انگلیس وای میساد. من بارها و بارها دیدم تو این اسناد که چطور به رغم مخالفتشون مثلا چه در سیاست نفت، چه در قرارداد با صدام حسین، چه در مناسبات دیگه، خودش تصمیم میگرفت و عمل میکرد، ولی در یه فاصله خیلی کمی این قدرت تصمیم گیری رو از دست میده. و از همون سال 55، یعنی وقتی که شاه تیمساز زاهدی رو کنار میگذاره، عملا نخست وزیری هم خودش بخته میگیره به استثنای دوران امینی. و از همون 55 ادهی چه در سفارت آمریکا، چه از اطرافیان شاه که خیرخواهان شاه بودن، به شاه میگفتن که این که شما قدرت روزمره مملکت رو در دست بگیری باعث خواهد شد که اگر یه روزی کار بحرانی بشه، مردم به جای این که بخوان دولت رو عوض بکنن، رژیم رو عوض خواهند کرد. ولی شاه بارها جوابش هم این بود که در ایران اگر شاه قدرتمند نباشه، اگر مرکز تصمیم گیری نباشه، هیچ کاری انجام نمیشه. و دقیقا اون پیشبینی که این همدلان و همراهان شاه میکردن متوقف شد. این وقتی بحران ایجاد شد، به جای تغییر کابینه، مردم تغییر رژیم رو خواستن، برای اینکه تحولات همه امتیازات رو شاه گرفته بود. حالا که بحران شده بود، همه کاسه‌گذاران ملت سر شاه میخواستن بشکنن. ولی سوای این، به نظر من نکته مهمتر در این واقعیت نهفته که به گمان من یک تفاوت فاحشی بین شاه و پدرش در مورد نگاهشون به سیاست در ایران وجود داشت، که چطور در خیلی از زمینه ها رضا شاه و شاه وحدت نظر داشتن. هر دو جامعه صنعتی میخواستن، هر دو معتقد بودن دولت باید نقش اساسی در این صنعتی کردن بازی بکنه، هر دو معتقد بودن که دولت میتونه و باید از قدرت قاهره خودش برای کنترل اقتصاد بهره بگیره، هر دو خواستار آزادی زنها بودن، هر دو آزادی مذهب به نسبت برای اقلیت‌های مذهبی قائل بودن، هر دو یه طبقه متوسط می‌خواستن، ولی یه جا با هم خیلی تفاوت اساسی داشتن. رضا شاه به تبع از یا به توازی آنچه که در ترکیه آتاتورک می‌کرد، خواستار و در واقع مجری محدود کردن جدی قدرت روحانی شد. و محمد رضا شاه از روزی که سر کار آمد، بنای کار رو عوض کرد، یعنی قصد آشتی با روحانیون رو داشت. من مقایسه کردم، مثلا وقتی که شاه مقام سلطنت رو پذیرفت، اون قسمی که خورد با قسمی که رضا شاه خورد، بین این دوتا یک تفاوت اساسی وجود داره. قسم رضا شاه عملا به تصریح میگه که سلطنت ولیعه مردمه. در کل مثلا 70 کلمش کمتر از 10% کلمات یک بار مذهبی داره. در مقابل وقتی که قسم شاه رو نگاه میکنی، 97 کلمه داره که از این 97 کلمه چیزی نزدیک به 40 کلمه به نوعی بار مذهبی داره. و حتی شاه سلطنت رو به عنوان نه ودیعه ای که مردم بهش میدن، بلکه هدیه ای که اول خداوند میگه، خداوند بهش داده، قلمداد میکنه. یعنی اگر به این دو قسم درش تعمق بکنیم، یه تفاوت واقعا شگفت انگیزی بین پدر و پسر وجود داره. رضا شاه قاطع حتی در قسم سلطنتش میگه که من راه متفاوتی دارم، مذهب در کار نیست. و محمد رضا شاه کاملا قسم سلطنتش رو اسلامی کرده، پیشبرد اسلام رو اهداف به عنوان یکی از وظیفه های اصلی سلطنت قرار میده، که کاملا متفاوت از رضا شاه. یعنی واقعا انگار نه انگار که اینها دو قسم برای یک مقام در یک مملکت در یک فاصله 19 ساله انجام شده. یک تفاوت اساسی تاریخی بین این دوتا وجود داره. من با ارقام آمار اینها رو در سخنرانی مقایسه کردم.
ولی این فقط در سخنرانی نبود که این تفاوت آشکار می‌شد. به محض اینکه